چه چیزی شما را شاد می کند و لبخند به لبهایتان می آورد؟ داشتن خانواده‌ای گرم و صمیمی، داشتن جیبی پرپول تا هر چرا که هوس کردید بخرید، یا داشتن شغل خوب و همکاران خوبتر. هر سال گزارشی به سفارش سازمان ملل در مورد میزان شادی و رضایتمندی مردم کشورهای جهان از زندگی منتشر می شود. گزارشی بر اساس معیارهای مختلف از جمله تولید ناخالص داخلی کشورها، میزان فساد، میزان حمایت‌های اجتماعی و نظرسنجی از مردم. در گزارش امسال فنلاندی‌ها برای چهارمین سال پیاپی شادترین مردم جهان لقب گرفتند. شرایط اولیه برای زندگی اینجا خوبه، کسی تو خیابون نمیمونه. ما هم آدمای بیکار داریم، اما خدمات بهداشتی خوبه که خودش نکته مهمیه. یکی از آخرین چیزایی که من به زبون میارم اینه که فنلاندیا خیلی شادن. بستگی داره که معیار چی باشه. من فکر میکنم این روش باعث برداشت‌های اشتباه میشه. برداشت‌ها هر چه باشد بر اساس معیار و راه و روش محققان، دل مردم این کشور سردسیر همچنان گرم و شاد است. پس از فنلاند، مردم دانمارک و سوئیس در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. گزارش امسال میزان رضایت از زندگی نشان می‌دهد که افغانستان در قعر جدول یعنی رتبه 149 قرار دارد. زیمبابوه و رواندا هم اندکی بالاتر از افغانستان نشستند. و ایران در این میان در رتبه 118 هم است. 31 کشور مانده به قعر جدول. تأثیر شیوع کرونا را هم نباید از نظر دور داشت. مردم در 1/3 کشورهای نظرسنجی شده گفتند که شیوع کرونا باعث برانگیختن احساسات منفی در آنها شده. در مقابل ساکنان 22 کشور گفتند که احساسات خوبی در زندگی روزانه دارند. مثلا در چین، کشوری که بحران کرونا از آن شروع شد. این کشور در سال 2019 در رتبه 94 بود. در رتبه بندی امسال به جایگاه 84م رسید، یعنی افزایش میزان رضایت از زندگی. این زندگی است که جهان فعلا از آن محروم است. دنیا بدون فاصله گذاری اجتماعی، بدون ماسک هایی بر صورت، با آزادی سفر یا با برگزاری جشن و پایکوبی. تولید واکسن های مختلف مقابل با ویروس کرونا امید به بهبود شرایط در سال پیش رو را بیشتر کرده. به سالی کمتر درگیر ویروس کرونا. شاید جدول رضایت از زندگی در سال آینده دست کم از این نظر جدول بهتری باشد. به سلامتی آن روز. فیروزه اکبریان، BBC.